بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، الحمد لله، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. موضوع امروزه درباره ظلم. در موضوع در برنامه گذشته ما درباره ظلم گپ زده بودیم و ظلم را معنا کرده بودیم که ظلم چه معنا دارد و ظالم کیست. اما در این برنامه وعده داده بودیم که برنامه آینده انشاءالله انواع ظلم و چند نوع تقسیم از ظلم و چی ها هستند. ظلم را اکثر عالم ها به سه تقسیم بندی کرده هستند. یکم ظلم در دین، دویم ظلم به نفس خیش، سیوم این ظلم به مردم است. خب در اینجا بسیار عالم‌ها در باره ظلم چندین نوعها ظلم گفتگی هستند، اما ما از این چند نوع ظلم شش تا رو اختیار کردیم. انشاءالله در این برنامه در باره سه تای اونها انشاءالله صحبت خواهیم کرد و در برنامه آینده انشاءالله در باره سه تای نوعهای ظلم انشاءالله صحبت خواهیم کرد. ظلم یکم، این ظلم در دین است. ظلمی که خداوند این ظلم را بزرگترین ظلم ها نامیده است. در سوره لقمان آیه 13 خداوند جل جلاله می فرماید بعد اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم، و اذ قال لقمان لابنه وهو يعظه يا بني لا تشرك بالله ان الشرك لظلم عظيم. خداوند می فرماید که و هنگام لقمان به فرزند خیش گفت، لقمان وصیت میکنه فرزندش، لقمان نصیحت میکنه، لقمان پند میدهد، نصیحت میکند فرزندش. چی میگه؟ این نش اذ قال لقمان لابنه و هو یعیده لا تشرک بالله، تو شرک نیار به خداوند. نصیحت لقمان شرک نیاوردن. برای چی؟ لقمان میدونه که این شرک آوردن به الله، این شرک لظلم عظیم، شرک آوردن این ظلمی بزرگ است. بیاین یک بار میگذاریم از نصیحت های لقمان به فرزندش و نصیحت های یک پیشوا به نام خود، پیشوا موندگی یا یک پرزیدنت، چی نصیحت کرد فرزندش. لقمان فرزندش میگه که لا تشرک بالله، اول نصیحت عقیده فرزندش درست میکنه، میگه لا تشرک بالله، چون که لقمان از ظلم با خبر است، میگه این ظلم، این شرک لا ظلم عظیم، تنبیه باش، با خبر باش که شرک این ظلمی بزرگ است. بعد چی میگه؟ ولا تمشی فی الارض مرحا، تو در زمین فخور تکبران ره نگرد، میگه اینک لن تخرق الارض ولن تبلغ الجبال طولا، تو زمین خلق نکرده ای، تو قدرت خلق زمین نداری و حتی بلندی تو بمانند کوها نیست، میگه وقفید فی مشک، وقصید فی مشک،
واخفض من صوتك إن أنكر الأصوات إلى صوت الحمير. نصیحت 34 برای فرزندش میگه شتاب نکن، در راه گردید آواز پس کن، بلند آواز نرو. این انکر الاصوات لصوت الحمیر. به تحقیق بدترین آواز این آوازی خرهاست. اما میگذاریم به نصیحت های پرزیدنت و فرزندش. میگه چقدر سهل طلب باش. فرزندش نصیحت کرده چقدر طلب که ای کارگران، یعنی در بلوشون سخت بقید. این مقصد نداره که آبادی کن. سهل طلب باش، اگر طلب کار را بود نکرد ای او دیگه چی طلب که باید. بعد دیوم نصیحتش میگه که نظارت کن. یم در یکم، حالا که وقتی شخص یک کس نصیحت میکند، پیش از اون که اون نصیحت کند باید خود عمل داشته باشد. در چند جاها ما دیدیم، حتی در نورک یک فابریکه دوزندگی بود، اومد پرزیدنت چندین روز تیاری دیدن، پیشگیری کردن، خوب تیاری دیدن. حتی یاد دارم که یک کارمندی پلیس در پیش خونه ما مونده بودن، هوا بارش بود، از سحر تا بگه ایستادگی بود. بعد پدرم خدا رحمتش کنه فریادش کرد، گفت بیا یک چای بخوخی. نکی نجیمید، نه من نمیرم، من ایتا مقصد ترسید. همین قطعیاری و همین قعذابا اومد یک بازار هوی کرد، بازار دیگه کساس کرد، اما لیتر رحمان برید برای نظارت کنیش میگن. بعد یک فابریکه دوزندگی بود، همون فابریکه را هم ساز کرد. به فکر خودش فابریکه را بگیم به کار دار آوردن. بعدی رفتن رحمانوف یک هفته بعد فابریکه تمام کارش به همون دیگه، نه کارگر مونده او فابریکه، نه کارکن و نه کارفرما و نه نظارتچی. اما فرزندش میگه که تو نظارت کن. نصیحت دیمی رحمانوف برای فرزندش چی بود؟ تو گشنه نیستی کن، تو سری یگان کس تو در سری تو زور نیست. مقصد تو بچه ایمه تو سری، نه او سر نیست. اگر او سر میشید، به این علمی که داشت، به این فرهنگ داشت، یا به این جای خوندگی که او خوند، یا که به او چیزایی که او را تو پرزیدنت نمیموندی، او از گشنگی و نادانیش، نادان که هست، اما فرزندی تو که هست، تو را چی موندی؟ رئیس شهر موندی. بعد سیم چیزش میگه که تو نقلیات جو که نقلیات باشه در مردم، با چی باشه؟ سوید باشه. اخی جناب رحمانوف، خودت که در 25 سال برای مردم چی تعمین کردی؟ تا حال بعضی جاهای هستن که من میدونم که سوید ندارن، تا حال بعضی جاهای هستن که سوید ندارن، اما تو میگه تامین کن، سویت برق تامین کن. این باور که یک چیزی است که در حاضر زمان اگر به یک میری شهر بگوی برق تامین کن، عیب است. چون که مردم در دیگه جو، در پیشروی و در دیگه فکر برق در این نمی کنن، باید دیگه فکر رو کنن. خب میگذاریم، وقت هم است. در ظلم، در نوع دویوم ظلم، این ظلم به خیشتن، یعنی ظلم به نفس خود. خداوند میگه که و ما ظلمناهم ولكن كانوا انفسهم يظلمون. ما اونو را ستم نکردیم، اونو را ظلم نکردیم، اما اونو خود نفس های خود را چی ظلم کردن در نفس های خودشون.
این سیوم نوع ظلم باشه، ظلم به مردم و سایر موجودات. موضوع اساسی این است در ما. او خوب کسی که در نفس خود ظلم میکند او را خداوند اول هدایت کند تا که نفس خودش در ظلم نکند. مثلا یک نوع ظلم این بگیم خداوند میگه ولا تلقوا انفسکم الى التهلکه، شما نفس های خودتون در هلاکت نپرتوید. حضرت پیغمبر صلی الله علیه و سلم میگه این الجسد که علیک حق، جسد تو در بالای تو حق دارد، اما پیغمبر صلی الله علیه و سلم میگه این الجسد که لک حق، این در جسدی تو در برای تو حق دارد، مقصد خودکشی نکن. و کسانی که من به کسانی خطاب میکنم که کسانی که گشته رفتن به تاجیکستان مخالفین، من فکر میکنم که همین آیه در همه طوری میگیره ولا تلقوا انفسكم الى التهلكه، شما نفس های خودتون را در هلاکت نپرتوید. اینا دیده دانسته یا که به فریب یگان امنیتی گشتن رفتن، این دانید که روزی می شود این حکومت دارا شما را به خاطر یگان گناه نکردن تونه کردن تونه به خاطر یگان گناه نداری، اما همین گپایی که حاضی در اینجا گفتی رفتی این موقتی آزادی برای شما هست، بله، اما یگان سال بعد به هر بهانه ای نباشد شما را حتما پشت پنجره می برد. فکر نکنید که این عهد شکنه، این از تجربه، از دیدن، از چیزایی گفته استم که مثلا بین المللی عهد پیمان کرده بودم، در چند کشورها رفته بودم که این صلح صلح شکسته نیست، این صلح صلح ابدی است، و این رو حتی خودشون گفته بودن لعنت بر کسی که این صلح چی از بین میبرد یا فکری باز بین بردن میکنن، اما خود اینها این صلح شکستن. پس آگاه باشید کسانی که گشتن رفتین، و این باید ملت هم بداند که یک روز نه یک روز اینها رو پشت پنجره میکنن. اینها این دویم ظلمه که نوع ظلمه که بخشتن. سیم نوع ظلم این ظلم به مردم و سایر موجودات. حضرت ابو هریره روایت میکند از رسول خدا صلی الله علیه وسلم که رسول خدا صلی الله علیه وسلم میگوید که اتدرون مال المفلس، خلاصه میکنیم پیغمبر صلی الله علیه وسلم میپرسه که آیا شما میدونید که مفلس کیست؟ مفلس نادار. صحابه میگردن که میگن قالوا المفلس فينا يا رسول الله من لا درهم له ولا متاع له. ما فکر میکنیم که مفلس کسی هست که در خود نه پول دارد نه مال دارد، اما پیغمبر صلی الله علیه و سلم میگه که المفلس من امتی، مفلس از امت من کسانی هستند که روز قیامت به زکات میآیند، به اعمال خوب میآیند، زکات و حج و روزه و نماز و همه این کارا رو کردگی میآیند، اما در دنیا با کسانی غم دادن. یعنی پیغمبر صلی الله علیه و سلم میگه که من امتی یوم قیامتی و اکل مال هذا، مختصر مالی کسی را خورد، و سفک دم هذا، خونی کسی را ریزون، و ضرب هذا، کسی را زد، فیقتص منه، روز قیامت از این قصاص گرفته می شود. انا که بیاین می بینیم مالی کسی را خوردن این ظلم است، کسی را کشتن این ظلم است، کسی را مقصد زدن این ظلم است. حاضر می آلو می بینیم که در تاجیکستان چندین نفرها چی به این ظلم ها مشغول هستند، کشتار هم هست بیگناه، زدن هم هست بیگناه، مالی کسی را گرفتن هم هست بیگناه. این چیزهای عادی هستند که رخ می دهد.
بعد میگه در بدلش وقتی این کارو را من انجام میده، در بدلش خداوند میگیره از همو حسناتی که روزه زکات و حج و دیگه چیزا را کرده بود میگیره، میگردونه میتیه به کسانی که اونو را در مال اونو نقص داده بودن یا که اونو را زده بودن حق، همین زکات و ثواب های همی را میگیره در او بنده مظلوم میده. بعد میگه که اگر مالش حسناتی همو ظالم یا که کسی که این کار کرد تمام شد، با میگه خداوند از این کفایت نمیکنه، میبینه که حاضی هم چی هست در اینجا، باید حاضی هم داده شود. میگه از گناهی که مظلوم است، از گناه هایی میگه در امیتیت، بعد او را به دوزخ روان میکنند. این یک مختصر از حدیث پیامبر صلی الله علیه و سلم گفتیم. اما یک قصه است. در وقتی خلیفه سلیمان ابن ولید خلیفه بود، در منبر او وقت خلیفه در منبر ها می بر آمدن امر معروف می کردن، پاچو پیشوا هم در نماز پیشوا بود و هم در حکومت پیشوا بود، نه اینکه فقط در خوردن و در دزدیدن پیشوا باشد. اونو در پیشوایی در نماز و در روزه و در حج و در کارای خیر پیشوا بودن. وقتی در بالای منبر می برآمد امر معروف کرد و نماز جمعه را خطبش خواند، ایسته بود که یک شخص خیس گفت ای سلیمان، یاد آور روز اذان رو، یاد آور شو روز ندا رو. یک دو بار گفت، بعد خلیفه تمام کرد. وقتی فرامد سلیمان از منبر، همون مرد خواست او فیرادش کنه، همون مرد من یک قدش گب زنم، اومدن اون ورد به پیشش گفت تو چی مقصد داشتی از این روزی که روزی میگی روزی نیدو رو به یاد بیار، چی مقصد داشتی؟ گفت که آیت قرآن خون فأذن مؤذن ان لعنت الله علی الظالمین، آیت قرآن خون گفت در روز قیامت وقتی دوزخی ها در جای خود می شوند، بهشت ها در جای خود می شوند، سوال و جواب می شود، در اونجا آدم ها می شناسند همدیگر شونه، می بینند که در دوزخ شخصانی هستند می شناسند، با اون سوال و جواب می کنند. بعد سوالش می تیند که جنتی ها دوزختی ها را سوال می تیند، می گن خداوند به ما چیزی وعده داده بود، جنتی ها می گن خدا اون چیزهای وعده داده بود برای ما اونها را داد، آیا شما را خداتون چیز داد؟ آیا شما هم به همون چیزی که وعده هایی که داده بودن تونه خداتون همون در رسیده؟ که از بینشون شخص میخیزه میگه ان لعنت الله علی الظالمین، لعنت خدا بر ظالمان باشه. پس این قصه را وقتی که خلیفه میشنوه میفهمه، وقتی اون میگه که آیت میخونه، خلیفه دیگه از قرآن با خبر است، حس میکنه. بعد میگه که ترکی ظلم کرد، میگه وکیل تو که در شهر فلان شهر رئیسش موندی، زمینی مرا از دستم گرفتگی است. خلیفه او را نمیگیره سرش کنه یا که درش محکم کنه در بلوش، نه، خلیفه فوراً می نویسه، برای که می دونه خلیفه که در روز قیامت او وکیلی که در اوج زمین این مرد گرفتگی است، در او زمین ما جواب می تم، چون که ما پیشو هم. به همین خاطر ما برای جان خیش در روز قیامت خلاص کردن می نویسه، میگه که این زمین این مرد که برای وکیلش، میگه زمین این مرد که بگردم و باز یوتیشم بتیل. این خیلی بودن شخصانی که در پادشاهی کردن. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك. ان شاء الله در برنامه آینده با سه نوع ظلم دیگر رو ان شاء الله براتون میگویم ان شاء الله. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.